کدوم پهپادهای ایران جهانی شدن؟ نبردهایی که پهپادهای ایرانی به خودشون دیدن. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی کانال پارتیزان، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های ما. امروز می‌خوایم در مورد پهپادهای کشورمون که در کشورهای دیگه حضور دارن صحبت کنیم. همچنین به عملیات‌هایی که این پرنده‌ها شرکت کردن هم بپردازیم. پس برای دیدن این برنامه تا پایان کار با ما همراه باشید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از تیم ما حمایت کنید و به ما انرژی بدید. خب حالا بریم سراغ ادامه برنامه. خب همیشه ارتش‌های جهان شاهد حضور تسلیحات مختلف آمریکا و شوروی بودن. از تسلیحات و تجهیزات سبکی مثل کلاشینکوف یا M16 تا جنگنده و تانک و نفربرهای سنگین. ایران با سلاح‌های جدیدی اما وارد بازار فروش اسلحه در دنیا شد. این روزها هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی محبوب ترین سلاح خارجی حاضر در ارتش‌های منطقه‌ای و جهانی هستند. کشورمون از وابستگی کامل 50 سال قبل به آمریکا و انگلیس در قدرت نظامی به فروشنده انواع تسلیحات مثل پهپادهای شناسایی، رزمی و انتحاری تبدیل شده. طبق اطلاعاتی که وجود داره، خانواده پهپادهای مهاجر، ابابیل و شاهد جزو اصلی ترین پهپادهای فراسرزمینی ایران هستند و در ادامه کار به اونها میپردازیم. سیر رسیدن به بهترین مدل خانواده مهاجر که مهاجر 10 نام داره و هنوز به کشوری صادر نشده، راه زیادی بوده و مسیر پرپیچ و خمی رو طی کرده. اولین مدل که مهاجر 1 نامگذاری شد در اواخر جنگ تحمیلی توسط جوانان خلاق ایرانی ساخته شد. این پهپاد ابتدا کاربرد شناسایی داشت و در چند عملیات وظیفه کشف و شناسایی مواضع و تحرکات عراقی ها رو بر عهده داشت. این پهپاد چند سال بعدش در یک آزمایش موفق به موشک RPG مجهز شد و ضد زره RPG رو به همراه داشت. مهاجر 1 در واقع ظرفیت حمل و پرتاب 6 موشک ضد زره RPG رو با خودش به همراه داشت و پهپاد 85 کیلویی سپاه که کمک حال ارتش هم شده بود از جنس کامپوزیت بود. ساخت مهاجر 2-10 در اثر فعالیت مناسب اولین نمونه از این خانواده ناشی شد. مهاجر 2 با حفظ میزان وزن و بیشین سرعت قبلی در بخش شناسایی ارتقای جدیدی پیدا کرد. پهپاد مهاجر 2 این توانایی رو داره که با برنامه ریزی های پیش فرض 99 نقطه رو شناسایی و تصاویرش رو به شکل آنلاین به مرکز فرماندهی ارسال کنه. تنظیم تیراندازی توپخانه و کنترل ترافیک از دیگر قابلیت های این پهپاده. درباره مهاجر 2 هم همچنین مداومت پروازی به 6 ساعت رسید و در حالی که مهاجر 1 تنها 90 دقیقه میتونست پرواز کنه. البته لازم به ذکره که بر روی مهاجر 2 هم یک سری تغییرات اعمال شد و مهاجر 2 نوین نام گرفت. یکی از این تغییرات افزایش برد از 50 به 150 کیلومتر بود. پهپاد مهاجر 3 هم که تولید انبوه شد دچار تغییرات نسبت به مدل‌های قبلی شد. مداومت پروازیش به حدود 3 ساعت و ماکسیموم سرعتش هم به 180 کیلومتر بر ساعت افزایش پیدا کرده بود. این پهپاد میتونه با پرتابگر جیتو با طول ریل صفر و یا با چرخ از روی باند به پرواز در بیاد. به گفته خبرنگار تسنیم، موتور این پهپاد مثل مدل‌های قبلی از نوع ملخی درونساز و فشار دهنده هستش که در انتهای بدنه نصب شده. مهاجر 4 نسل بعدی پهپادهای خانواده مهاجر بود. نحوه فرود اومدن این پهپاد مثل مهاجر 3 میتونست با چتر و یا عرابه فرود باشه. به نقل از تسنیم، سطح مقطع راداری کم، کاهش سطح پهپاد از روبرو، کمک اثر سطح به بلند شدن در صورت برخاست از باند و کاهش نیروی مقاومت القایی از جمله مزیت‌های این پهپاد بوده. این پهپاد کاربری‌های نظامی و غیر نظامی داره. چند پهپاد هم مشابه مهاجر 4 تولید شده که میشه به پهپادهای هدهد، شاهین و صادق اشاره کرد. با حفظ ویژگی‌های قبلی، مداومت پروازی مهاجر 4 به حدود 7 ساعت افزایش پیدا کرده. مهاجر 6 و مهاجر 10
پیشرفته ترین مدل های این خانواده پهپادی سپاه پاسداران هستند. بال پهپاد مهاجر 6 در قسمت بالایی بدن نصب شده و مداومت پروازیش حداقل 12 ساعته و علاوه بر حمل محموله های تسبیح برداری بیش از 40 کیلوگرم محموله رسمی اما از راکت و بمب رو میتونه حمل کنه. بمب نقطه زن قائم 5 مدتیه که به این پهپاد متصل و عملیاتی شده. از بین مهاجرهای نام برده شده، مهاجر 4 از پرکاربردترین پرنده های شناسایی اهدای ایران به حزب الله لبنان بوده. مهاجر 6 هم در روسیه حضور داره و مورد استفاده قرار گرفته. خانواده پهپادی بعدی ابابیله که در ساختار هوایی ارتش عملیاتی شده. ابابیل 1 2 سال بعد از مهاجر 1 یعنی در سال 65 طراحی و تولید شد. ابابیل 1 از همون اول جدا از کاربردهای شناسایی و تصویر برداری حامل 40 کیلوگرم مواد منفجره شد. نمونه بعدی ابابیل 2 بود که کاربرد زیادی در ارتش جمهوری اسلامی ایران داشته. ابابیل 2 اولین پهپاد ایرانه که خط تولیدش به صورت مشترک با یک کشور خارجی به نام تاجیکستان راه اندازی شد. البته نمونه خارجی این پهپاد در دست ارتش یمن، حزب الله و حماس هم قرار داشت. این پهپاد با مداومت پروازی 1.5 ساعت میتونه تا 200 کیلومتر برده عملیاتی داشته باشه و بیشین سرعتش هم به 220 کیلومتر بر ساعت میرسه. همچنین در عملیات مراقبت و شناسایی میتونه مساحتی معادل 770 کیلومتر مربع رو پایش کنه. نمونه انتحاری پهپاد ابابیل 2 هم به جستجوگر اپتیکی یا تصویرساز در دماغه خودش مجهز شده که در رزمایش پهپادی ارتش با بلند شدن از ناو سهند شناور هدف رو مورد هدف قرار داد. نمونه های بعدی ابابیل، ابابیل های 3 و ابابیل 3 اطلس، ابابیل 4 و جدیدترین مورد اونها ابابیل 5 هستش. ابابیل 3 با مداومت پروازی 8 ساعته و برد زیادی که داره کاملا از دید کاربر پهپاد خارج میشه و به همین دلیل برای هدایت از ایستگاه کنترل زمینی بنابر نوع ماموریت پهپاد به شکل نیمه خودکار و حتی تماما خودکار کنترل میشه. پهپاد ابابیل 3 اطلس یا نوین میتونه مثل مهاجر 6 بمب قائم رو حمل کنه و همچنین به سامانه نشست و برخاست خودکار مجهز شده. پهپاد ابابیل 4 قابلیت های اجرای انواع ماموریت های شناسایی، مراقبت، جنگ الکترونیک، جمع‌آوری اطلاعات سیگنالی و رزمی رو داره. این پهپاد رسما به بمب قائم 5 تجهیز شده و در یکی از رزمایش های ارتش اقدام به پرتاب این بمب کرده. آخرین نمونه تولید شده این خانواده با نام ابابیل 5 داره مداومت پروازی 12 ساعته و برد 300 کیلومتری. همچنین میتونه تا 120 کیلوگرم از انواع بمب های هوشمند قائم و الماس رو حمل کنه. به غیر از تاجیکستان و شاخه های مقاومت در منطقه، گفته میشه که نمونه هایی از ابابیل به ارتش های سوریه، سودان و اتیوپی صادر شده. آخرین خانواده پهپادی ما خانواده شاهده. البته این خانواده در دو سری معرفی شده. اولی شامل نمونه های زیادی بوده که مهمترین اونها شاهد های 129، 131، 136، 147، 171 و 191 بوده. اما از سری دوم مدل های چندانی معرفی نشده و شامل شاهد های 101 و 107 هستش. برخلاف دو خانواده قبلی که به اونها اشاره کردیم، شاهدها برج و مداومت پروازی بیشتری دارن و در واقع شاهد 129 مداومت پروازی 24 ساعته و برج 1800 کیلومتری داره. شاهد 129 توانایی حمل همزمان 8 بمب هوشمند سدید 345 رو داره و برای هدفگیری اهداف ثابت و متحرک طراحی شده. شاهد 136 با شباهت ظاهری که به شاهد 131 داره تا 2000 کیلومتر برد داره. این پهپاد داره که بال دلتا شکل هستش. شاهد از یک موتور پیستونی دو زمانه به اسم MD550 استفاده میکنه. همچنین این موتور در عقب پهپاد نصب شده و پهپاد رو به جلو میرونه. پهپاد شاهد 101 با 190 کیلومتر برد و قابلیت حمل 100 کیلوگرم مواد منفجره میتونه از سامانه های راداری و هدافندی دشمن عبور کنه
و به هدفش برسه. از بین همه پهپادهای شاهد، شاهد 101 و 129 و 136 بیشترین حضور رو در ارتش‌های دیگه جهان داشتن و گزارش‌های غیررسمی زیادی از ارسال پهپادهای شاهد به برخی از کشورهای اروپایی مثل سربستان هم وجود داره و همچنین بلاروس به تازگی اقدام به مونتاژ پهپاد شاهد 136 کرد. توانایی تولید انبوه، ارزونی و کیفیت بالای پهپادهای ایرانی باعث شده که به تدریج کشورهای بیشتری خواهان این پهپادها بشن. برخلاف کشورهایی مثل ترکیه و چین که تلاش چندانی برای تولید انواع پهپادها نکردن، پهپادهای ایرانی دارای تنوع فراوانی در اندازه، برد و توانایی های عملیاتی هستند. پس بهترین گزینه برای ارتش ها و گروه های شبه نظامی این پهپادها هستند. جنگ اوکراین و غزه میدانی شد تا ایران در کنار قدرت های برتر نظامی دنیا اقدام به آزمودن تسلیحات خودش کنه. شاهد های 136 امتحانشون رو در حملات دسته‌ای به ارتش اوکراین و رژیم ابریزوام پس دادن. پهپادهای خانواده قاسف هم که نمونه یمنی ابابیل دو هستند در جنگ یمن با موفقیت به مواضع ائتلاف سعودی اصابت کردند. بیش از 100 حمله پهپادی به منافع عربستان سعودی و امارات از پهپادهای قاسف ثبت شده. شاهد 101 حدود 2 ماه قبل برای اولین بار توسط حزب الله استفاده شد و در یکی از حملات پهپادی یک افسر ارتش ابریزبان کشته شد. شاهد 101 همچنین در حملات پهپادی مقاومت اسلامی عراق به رژیم ابریزبان به کار گرفته شد. مهاجر 4 یا هدهد هم که معرف حضورتون هست و فیلم ها و ویدیوهای نفوذ اون حسابی سر و صدا به پا کرد. این پهپاد 3 مرتبه از ابتدای عملیات 7 اکتبر اقدام به پرواز در آسمان شمال رژیم ابریزبان کرده و از مناطق حیاتی در الجلیل، جولان و حیفا تصویر برداری کرده. فلسطینی ها از غافلی به کارگیری پهپادهای ایرانی عقب نموندن و پهپادهای شهاب و جنین که ریشه ایرانی دارن چندین بار از غزه پرتاب شدن و به محل مورد نظر خودشون اصابت کردن. خب رفقای عزیز، برنامه امروز ما به بررسی 3 خانواده از پهپادهای شناسایی رسمی و انتحاری مهاجر، ابابیل و شاهد اختصاص داده شده بود و همچنین به تعدادی از عملیات‌ها و میادین منطقه‌ای و جهانی که پهپادهای ایرانی در اون حضور داشتن هم اشاره کردیم. به پایان کار رسیدیم. امیدوارم که از این برنامه و مطالب اون لذت برده باشید و خیلی ممنون که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. به رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستیم و تا برنامه بعدی همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.